بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم سيزه قرداش لار بازي لار عزيز جوان نار. خداوند متعال به همه شما توفیق بدهد، به همه شما صبر بدهد. حادثه تلخ زلزله این منطقه دلهای همه رو به درد آورد. همه مصیبت دار شدند. از خداوند متعال برای مصیبت دیدگان صبر طلب میکنیم. برای مردم عزیز آذربایجان توفیق از خدای متعال میخواهیم و به شما عرض میکنم همه تون به خصوص عزیز جوان نارا، به همه شما میگم این حادثه میتواند برای شما یک سکوی پرش به جلو باشد. با صبر شما، با استقامت شما، با تلاش شما، با همکاری شما، همدردی شما و همدلی شما با یک دیگر می توانید انشاءالله از این حادثه یک سکوی پرشی بسازید. البته مسئولین وظایف بزرگی دارند. تا امروز کارهای خوبی انجام گرفته است. کارهای اصلی بعد از این است. بازسازی ها، محکم سازی ها، مقاوم سازی ها باید بتوانه انشاءالله چهره این منطقه رو بعد از زلزله عوض کنه و از خدای متعال می‌خواهیم که این توفیق را به مسئولین بدهد. شما هم همکاری کنید، آحاد مردم با مسئولین همکاری کنند، مردم سراسر کشور هم اونطوری که من اطلاع پیدا کردم و حدس می‌زدم و مشاهده شد همدرد با شما هستند. اینجور نیست که یک قطعه از کشور یک مصیبتی داشته باشد دیگران نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. نه، همه احساس همدردی میکنن. به حمد الله ملت ما یک ملت یک پارچه است، یک ملت متحد و به خاطر همین اتحاد نیرومند است. این قدرتی که امروز ایران دارد، ایران اسلامی، این عزتی که امروز ملت ایران دارد، بخش مهمی از آن به خاطر همین اتحاد و اتفاقی است که بین اقشار مختلف مردم در قسمت‌های مختلف هست. مقصود من از این سفر در درجه اول همدردی، همدلی با مردم عزیز این منطقه، منطقه اهر، ورزقان، هریس و این روستاها و مناطق اطراف این سه شهر همدردی، همدلی. کسانی عزیزانشون رو از دست دادن، فرزندانشون رو از دست دادن، ما با اینا همدردیم. از خدای متعال برای اینها صبر می‌خواهیم. این
هدف اولی ماست، در درجه بعد هم اطلاع پیدا کنیم از نزدیک از کارهایی که انجام گرفته، که من پرسیدم از بعضی از زلزله زده ها خدماتی که تا کنون انجام گرفته خدمات خوبی است. انشاءالله باید همین خدمات ادامه پیدا کنه. البته نوع خدمات تفاوت خواهد کرد، بعدن کارهای سنگینتر و اصلی هست که امیدواریم مسئولین به توفیق الهی بتوانند این وظایف رو انجام بدن. من همه شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعیت اینجا چقدره؟ 450 خدمات چطور بوده تا حالا؟ الحمدلله بود، شکر خدا. مدیریت ضعیف بود، مدیریت توزیع ضعیف، خیلی ضعیف. یه نفر 10 برابر میبره، یه چیچی هستن تو اینجا ساکنی به چیزی نمیده. مثل سر روانه از امکانات مردم، مثل سر روانه کردن امکانات اینجا. فقط یه خورده مدیریت ضعیفه، اونم به علت گستردگی خسارته. همه فعالیت میکنه، الحمدلله کارش خوب میرسه. امکانات فرمانده راست، فقط توضیح دارم. سلام، خیلی ممنون از حالا. این مسئله مدیریت شدیدید که بله بله آقا، الان ما برنامه ریزی میکنیم انشاءالله مشکلاتشون حل بکنیم. اولیه امکانات دادیم، داره زحمات خودش رو میکشه. واقعا مردم هم خدمات زیادی رو دارن میکنن و واقعا داغدارن، هم دردن همه مردم در سرتاسر کشور، بخصوص در همین مناطق هم دردی میکنن. مسئولین هم واقعا دارن زحمت میکشن. یه مقداری همینی که حالا گفتن دوستان که مدیریت یه قدری تقویت بشه که عدالت رعایت بشه انشاءالله. امیدواریم خداوند متعال به شماها صبر بده. اون کسانی که خسارت دیدن، دو خصوص اونایی که عزیزانشون رو از دست دادن، امیدواریم خداوند به اونها صبر بده و اجر بده. من همیشه سفارشم در مناطقی که دچار اینجور حوادث میشوند، مثل حادثه زلزله یا سیل بعضی جاها، همیشه سفارش من اینه که از این حادثه یک سکویی برای پرش درست کنید، بخصوص شما جوانها، بخصوص شما جوانها. این رو وسیلهی قرار بدید، این فشارها، این زیغ تنگ گرفتگی اوضاع، چه اوضاع طبیعی چه اوضاع تحمیلی دیگران، این باید موجب بشود که ما بیشتر به خودمون متکی بشیم، بیشتر کار کنیم، بیشتر تلاش کنیم، ضعف‌های خودمون رو بشناسیم، اون ضعف‌ها رو برطرف کنیم. این وظیفه ماست و من می‌بینم این منطقه انشاءالله آینده بسیار خوبی خواهد داشت. انشاءالله هم طبیعت این منطقه طبیعت خوبی، هم مردم این منطقه مردم با همتی هستند، جوانهای بسیار خوبی، گرم و گیرایی، مردم خوبی، الحمدلله. انشاءالله که خداوند همتون رو موفق بکنه. ما همه سرباز توییم خامنه‌ای، گوش به فرمان توییم خامنه‌ای، ما همه سرباز توییم خامنه‌ای. بسم الله الرحمن الرحیم.
شکر میکنیم خدای متعال رو بر همه نعمتهاش. این بلاها هم نعمته، هر بلایی که از تو آید نعمتی است، هر که را رنجیدهی اون راحتی است. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند اون رخ تابنده را. تیشه زن بر هر رگ و بندم زنند، تا که با مهر تو پیوندم زنند. با این چشم باید نگاه کرد به این بلایای طبیعی و غیر طبیعی. می توان از این بلیاتی که پیش میاد نردبانی برای عروج ساخت، پلکانی برای تعالی تدارک دید، سکویی برای پرش فراهم کرد. و خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد که بیاییم اینجا از نزدیک، ولو کامل نبود، ما این 5-6 ساعتی که صرف شد برای این بازدید بیش از چند نقطه رو نشد از نزدیک ببینیم. اگر وقت بود و مجال و فرصت بود مایل بودیم بیش از این بشه. خب الحمدلله سفر تبریز هم به این صورت تحقق پیدا کرد. جناب آقای شبستری در دیداری که در 29 بهمن داشتیم با برادران و خواهران آذربایجانی گفتن که بیایید تبریز. خب آبویران اولدی، همونی که فرمودن همون شد دیگه، آمدیم تبریز. حساب تهران. بله دیگه، حالا اینجوریست دیگه. حالا امیدواریم که خدای متعال ترتیبی بده که باز هم بتوانیم ما با تبریز، اونسمون و علاقه من به تبریز و آذربایجان یک علاقه ذاتی است. قبل از انقلاب من دو سفر آمدم تبریز، رفتیم خامنه، رفتیم شبستر. بعد از انقلابم چند بار آمدیم، باز خامنه رفتیم، شبستر رفتیم، اونجاها رو از نزدیک دیدیم. و تبریز رو هم، مردم تبریز رو هم من متفاوت از همه جا دیدم. سفر اولی که بعد از انقلاب من آمدم تبریز، وقتی برگشتم تهران به امام گفتم آقا اینجا مردمش با همه جا فرق بود. خب ما هر جا رفته بودیم مردم محبت میکردن، اظهار علاقه به انقلاب میکردن، اما تبریز یه جور دیگه است. این علاقه ماست و دوست داریم که حالا انشالله تحقق پیدا کنه، ببینیم حالا چجور میشه. کارهایی که انجام گرفته خوب بوده. من چون تجربه امداد در زلزله و سیل رو خودم شخصا دارم، در سالهای خیلی قدیم پیش از انقلاب هم در ویرانی‌های زلزله حضور داشتم، رفتم اونجا گروه امداد تشکیل دادیم. اون وقت که خب کارهای دولتی نبود، شیر و خورشید اون روز صفر بود. در زلزله فردوس که شهر بزرگ فردوس تقریبا با خاک یکسان شده بود، در طول 2 ماه 2 بار شیر و خورشید به مردم کمک جنسی و غذایی کرد. حالا چادر و نمیدونم پتو و اینا که هیچ، اون که اصلا خیلی 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 کم و غیر قابل ذکر. اما حالا کمک غذایی که میکردن، من همون وقت یک سخنرانی کردم، منبر رفتم برای مردم تشریح کردم که شیر و خورشید به شماها چی داده. به نظرم مثلا گفتم 100 گرم فرض کنید که شکر مثلا در طول این 2 ماه 60 گرم 10 100 گرم شکر
دادن از به همین تناسب یه چیزای مختصری، اجناس مختصری، نه اجناس لازم زندگی. ما اونجا خب رفتیم دیدیم کار کردیم در سیل ایران شهر که من خودم اونجا تبعید بودم. ایران شهر سیل آمد، شهر تقریبا 90% شهر ایران شهر از بین رفت، خانه ها همه خوابید، اغلب خانه ها، نخلستان ها خراب شد. ما اونجا باز مدتی با همون تبعیدی هایی که بودن امداد میکردیم، آشنا هستم با مشکلات این کار. کاری که در این دفعه انجام گرفته در آذربایجان بی نظیره، هم از لحاظ جستجو و هم از لحاظ امدادهای اولیه، هم از لحاظ چادر، که چادر یکی از وسائل درجه اول برای آسیب دیدگان. وقتی چادر بود، اون آسیب دیده که خانش خراب شده احساس میکنه یه سرپناهی داره. خود این در حفظ امنیت روانی خیلی مؤثره. و خب الحمدلله دیدیم چادرهای خیلی زیادی نصب شده و اسکان موقت داده شدن. کارهای بعدی هم باید با همین آهنگ انشاءالله پیش بره. چیزی که الان لازمه در این منطقه وسایل گرمایی است. حالا خانه بله، تا مسکن ساخته بشه حالا آقایون گفتن 2 ماه، بیشتر کمتر با خداست. لکن اونی که تا قبل از این لازمه پتوست، وسایل گرمایش، عرض کنم که وسایل بهداشتی است، حمام لازم دارن. اینا چیزهای بسیار لازم و واجب فوری است، یعنی از جمله چیزهایی که حتما باید در درجه اول در اختیارشون قرار بگیره همین حمام و اینهاست، که اینها خیلی لازمه. آب آشامیدنی اگر چنانچه، آب مشروع اگر چنانچه نیست، در بعضی جاها هست، در بعضی جاها ممکنه نباشه، باید سریع براشون آب فراهم بشه. اینا چیزهای لازمیه. اکتفا نشه به اینکه ما بطری آب براشون ببریم. خب بطری آب خیلی خوبه، اما این فرق میکنه که یه خانواده صبح که از خواب پا میشن بتوانن برن زیر شیر وضو بگیرن، دست روشون رو بشورن. پدر خانواده، مادر خانواده، اینها از جهات روانی تأثیرات فوق العاده زیادی داره. به نظر ما که بیرون نشستیم خیلی اونچنان که هست نمیاد، اما وقتی کسی اونجا زندگی کرده باشه توی محیط زلزله یا تو محیط سیل میفهمه که چقدر اینها حائز اهمیته. اینها رو من خواهش میکنم. خب الحمدلله آقای استاندار با نشاط و فعال هستن و بقیه دستگاه ها هم که خب همکاری کردن، خدا انشاءالله همیشون رو حفظ کنه. با همین آهنگ برید سراغ این چیزها، هم وسایل گرمایی لازمه. در همین منطقه ورزقان بود ظاهرن یا کجا بود که یکی از این روستاها ما رفتیم، اونجا به من گفتن که، یه نفر گفت به من که تا 15 روز دیگه، تا 15-16 روز دیگه اینجا سرد میشه. اینا دیگه این منطقه سردیست. شب مثلا در همین روزها من دنبال میکردم حرارت هوا رو، 12-10 درجه یه جایی گفتن از همین محلا، حدود 10 درجه مثلا شب، 10 درجه در این فصل هوای سردیست. این احتیاج داره به پوشش، احتیاج داره. اینا نه پوشاک دارن، نه بولیز دارن، نه نمیدونم چه دارن، نه پتو دارن، نه رخت خواب دارن، همه چی رفته زیر آوار. حالا تا وقتی بیارن بیرون، تا وقتی بتکونن، تا وقتی بتوانن استفاده کنن طول میکشه. آیا خواهد شد یا نخواهد شد؟ این است که به این بایستی کمک بشه. دیدم تو رادیو الان که میامد می تو ماشین شنیدم که هلال احمر اعلام کرده که جنس نفرستید، پول به ما بدید. خیلی خوب، این خوبه، عیبی نداره. یعنی ممکنه لباس و چه اینا یه خورده تحقیر هم توش هست، خیلی هم خوب نیست. حالا در اون اول کار عیب نداره، اما پتو چه عیب داره؟ مثلا مردم پتو بفرستن، فرض بفرمایید، یا اگر چنانچه از این لحاف‌های پشمی شیشه بفرستن، یا از این کیسه های خواب بفرستن، چه مانعی داره؟ کس 100 تا کیسه خواب مثلا فرض کنید یا آدمی میتونه تهیه کنه از بازار بفرسته اینجا، چه عیب داره؟ این خوبه، چیز خوبیه. یه کسی میتونه 500 تا پتو مثلا فرض کنید تهیه کنه بفرسته. هستن کسایی که پول دارن، مایلن کمک کنن، پتو میخرن از بازار میدن که زحمت رو از پوش شما برمیدارن. یعنی سفارش کنید که اینجور اظهار استغنا نشه از مردم،
بعضی از چیزها هستش که اگه مردم خودشون برن تو بازار تهیه کنن بخرن بدن به شما، هم کار شما آسان میشه، هم مردم احساس بهتری پیدا میکنن. رفته پتو خریده میده به شما، شما میدید اینجا. این بهتر از این است که 1,000,000 تومان یا 500,000 تومان یا چقدر پول بریزه توی حساب هلال احمر. اینا به این نکات روانی قضایا توجه کنید. به هر حال ما از خدای متعال میخواهیم که هم به شماها که خدمت میکنید، زحمت میکشید، کمک کنه، هم به مردم عزیز کشورمون که از نقاط مختلف کمک کردن، هدایایی فرستادن یا پول فرستادن یا خواهند فرستاد، کمک کنه، هدایت کنه دلها رو انشالله که این کار رو ادامه بدن، هم به خصوص به این مردم عزیزی که در این منطقه زندگی میکنن، مردم مؤمن، مردم منطقه ارسباران، منطقه شجاعته. اینو شاید کسایی که با تاریخ آشنا باشن میدونن. ارسباران جزء مناطقی است که مردمش معروفن به رشادت. اصلا اینجوری است، منطقه ارسباران یه چنین خصوصیتی داره. البته همه آذربایجان همین جوره. غیرت آذربایجانی و همت آذربایجانی که در سالهای دفاع مقدس هم خودشون نشون داد، قبل از اون در انقلاب خودشون نشون داد، تا امروز همیشه خودشون نشون داده، اون به جای خود محفوظ. اما منطقه ارسباران هم یه منطقه دارای خصوصیتی است در این جهت که خب حالا این مردم عزیز دچار این حادثه شدند و هست دیگه. این حوادث به قول مرحوم شهریار، دنیا قضا و قدر علوم ایتیم دی، دنیا بویی اغلسوز دی یتیم دی. نگاه کنید زیاده، اغلسوز ده چختی، یتیم ده چختی، و همه دنیا پره از این حوادث. در حال این قضایا پیش میاد، امیدواریم که انشالله خدای متعال به همشون صبر بده و استقامت بده و بتونن انشالله دنبال بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.